18 روش درمان قطعی جوش صورت. قطعی جوش صورت 13 روش خانگی و استفاده از ماسک‌های خونگی برای درمان جوش صورت. درمان جوش صورت فوری در 24 ساعت. وقتی که تو گوگل فارسی سرچ میکنیم اینها رو زیاد میبینیم، متاسفانه در همون صفحه اولم هستن و ترکیباتی مثل لیمو، مثل گلاب و به اضافه لیمو عسل و دالچین، گوجه فرنگی و جوش شیرین هست. بیسشون و خمیر دندون که اینها میگن که ما جوش صورت شما رو خوب میکنیم. متاسفانه بدون هیچ پایه علمی هست و روی صفحه اصلی هست. خب افراد فارسی زبان وقتی میخوان به فارسی سرچ کنن اینها میاد بالا و متاسفانه استفاده میکنن و بعضی مواقع مشکلات زیادی ایجاد میکنه، مخصوصا استفاده از دالچین که اگر پوست صورت شما بخواد ریاکشن نشون بده اون موقع ممکنه حتی قرنیه چشمتون رو هم از دست بدین. اینقدر جدی هست. تنها دو ماده سیفی که توی این محصولات خونگی وجود داره یکی سرکه سیب هست و یکیش عسل هست که هیچ کدام از این دوتا تأثیری بر روی جوش شما نداره. اما امروز در مورد روش صحیح درمان و کمک به بهبود جوش صورت رو خواهم داشت از مجله ساینس اسکین کیر، یک مقاله به نام دکتر رودنسفیلد که اینجا مقالهاشون رو به این جورنال میدن هست و من اون رو براتون امروز صحبت میکنم، به اضافه چیزایی که خودم بهش اضافه میکنم و باهاتون در میون میذارم و مفصل صحبت میکنم و در انتها خواهم گفت که چه کسانی میتونن جوش صورتشون تو خونه به روش هایی که گفته میشه و محصولاتی معرفی میشه انجام بدن و کدوم ها باید به شکل جدی حتما تحت نظر متخصص جوش های صورتشون رو درمان کنن. بریم سر وقت ویدیوی امروز. دوستان گلم، امیدوارم هر جای این دنیای بزرگ هستین حالتون خوب باشه و اینکه قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم یادتون باشه که اگه سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو بزنین تا در جریان ویدیوهای جدید قرار بگیرین. اینم اینستاگرام من هست، اگر مایلید به گروه ما بپیوندین خوش اومدین و از شما خواهش میکنم به خصوص کسانی که مشکلات آکنه و جوش صورت دارن حتما و با دقت این ویدیو رو تا انتها گوش کنن. خب وقتی که در مقابل آینه وای میستین و میبینین که خب جوش‌هایی هست، یه روز میشه که میبینیم که تعدادش زیاد شده، التهاب قرمزی شدت پیدا کرده، خب اینها میتونه روی اعتماد به نفس به خصوص جوان‌ها خب تاثیر خیلی بدی بذاره. وقتی که شما این حالت رو براتون پیش میاد استرس هم بهش اضافه میشه، استرس و نگرانی باز هم شدت جوش ها رو بیشتر و بیشتر میکنه. اما امروز من در مورد یک آمار اول بهتون میگم که تقریبا 9.8% مردم دنیا گرفتار جوش صورت هستند و جوانان و نوجوانان بین سنین 14 تا 24 سال تقریبا 85% توی این چلنج جوش صورت هستن و یادتون باشه که شخصیت انسان ها به زیبایی ظاهری نیست، اما شما میتونین این مشکل پوستی رو درمان کنین و اینکه شما تنها نیستین و 85% جوانان 12 تا 24 سال توی آمار کلی نشون میده که این مشکل رو دارن، حالا چه به شکل حاد چه به شکل محدود و خیلی کم، به هر حال باهاش دارن دست و پنجه نرم میکنن. این از این. اما من میخوام بهتون الان توی این ویدیو خیلی راحت بگم که اصلا نگران نباشین، با راهنمایی که امروز بهتون میکنم خیلی میتونه به شما کمک کنه. اول اینکه اصلا این جوش زشت چرا به وجود میاد؟ این منافذ باز پوست شما، سلول های مرده پوست شما میرن تو اون منافذ، منافذ رو میبندن، اونجا یک منبع چربی هست،
باکتری ها هم پشت اون منفذ بسته گیر میافتن. غذا هست، اون چربی غذای خوشمزه باکتری هاست. یک محیط بی‌حوازی و باکتری ها شروع میکنن به فعالیت. ما سعی میکنیم که در این روش بهتون بگیم که چطوری از ریشه جلوی اون رو بگیریم و براتون توضیح میدم. اما اینکه گفته میشه که چرا مثلا یک عده صورتشون به قول معروف این هولوه صافه هیچ جوش نداره و بعضی ها، خب یکیش ژنتیک هستش، یک سری داروهای خاص هستش، هورمون ها هستن و استرس، همه اینها تاثیر میذاره. خیلی از عزیزان هستن که مادر داشتن که صورتش جوش داشته و بچه جوش داره. این مسئله برای من هست، مامان من جوش داشته، من جوش داشتم و الان دخترم توی سن 16 سالگی جوش داره و این مسئله ژنتیکی هست در خانواده من. حالا در افراد مختلف به شکل‌های مختلف هست. اما آکنه در چه جاهایی از بدن دیده میشه؟ این به شکل اگه کلی بگیم ممکن در همه جا دیده بشه، اما بیشترین جا جاهایی است که غدد چربی در اون مناطق خیلی زیاد است. یکی از مهمترین اونها پیشانی هست، بعد کل صورت هست، منطقه سینه هست، پشت، سرشونه ها، پشت در قسمت بالا و حتی در کمر هم دیده میشه. که پیش میاد آیا آکنه باعث جای زخم یا اون جای جوش میشه؟ بله، عوارض جوش صورت یا کلن جوش های بدن عوارضش اسکاری هست که متاسفانه ایجاد میشه. اما این اسکار چیه؟ چرا به وجود میاد؟ جوش در اصل تو لایه عمقی پوست نفوذ میکنه و بدن شما به شکل اتوماتیک میخواد که اون رو ترمیم کنه، کلاژن تولید میکنه. خب در افراد جوان این کلاژن تولید میشه و یک جای زخم برجسته رو در جای جوش برای شما میذاره. و در افرادی که حالا سنهای بالاتری دارن و گرفتار جوش های بزرگ سالان هستن، اونها هم کلاژن تولید نمیشه، یعنی اگه تولید بشه خیلی کمه و باز هم یک جای در اصل زخم رو ایجاد میکنه که بهش میگن اسکار جای جوش، همون جای جوش که ایجاد میشه. اما جوش انواع مختلف داره و اینجوری نیست که هر دونی که روی صورت شما زده بشه جوشه. جوش ها انواع مختلف داره که یکی از رایج ترین اونها جوش های سرسیاه هستن، جوش های که ریز هستن با یک نوک تیره و با همراه با قرمزی هست و بعضی موقع ها نه، ولی حالت برجسته داره. نوع دومش جوش های سرسفید هستن. جوش های سرسفید تقریبا شرایط جوش های سرسیاه رو دارن که با یک لایه از پوست کاور شده در اصل و یک نوک سفید داره و اینها رو وقتی که فشار میدیم یک چرک در اصل کرم رنگ ازش خارج میشه. ولی جوش های سرسیاه اول یک سر سیاه ازش خارج میشه و زیرش همه چیزی هست که اصطلاحا بهش گفته میشه چرک که خارج میشه. سوم پاپول ها هستن. پاپول ها یک برجستگی های بر روی پوست هستن که حساس، برجسته، قرمز یا صورتی هستن. به اینها هم گفته میشه پاپول ها. بعدی پاسچول ها هستن. پاسچول ها جوش های چرکی هستن که شبیه جوش های سرسفیدن، ولی حلقه های صورتی یا قرمز در دورش هست و ملتهب است و گاهن با درد همراه است. یک سری جوش ها هستن که جوش ظاهر جوشن ولی جوش نیستن. اصطلاحا به اونها گفته میشه فانگال یا جوش های قارچی که در از تحت تاثیر قارچ ها ایجاد شده و توی مناطقی که خیلی رطوبت بالاست یا وقت کسانی که صورت های خیلی مرطوب دارن، این فانگال جوش ها خیلی خیلی بیشتر اکتیف هستن. ولی علت اصلیش وجود مخمری هست که در فولیکول موها هست، موهای پوست صورت و بدن منظورم هست. و احتمالا شما در دوران کرونا همه گرفتار این نوع جوش ها شدن، تو منطقه‌ای که ماسک می زدن بخار و از طریق بینی رطوبتی رو در زیر ماسک ایجاد میکرد که این قسمت رو مستعد به جوش های فانگال میکرد که خوشبختانه با پایان کرونا این مشکل هم برطرف شد. چای بعدی نودول ها هستن. نودول ها جوش های بزرگ
عمیق هستن، چرکی هستن و این چرک به شکل جامد هست. خیلی عمیق هستن و با درد همراه هستن و وقتی که این به قول معروف میرسه این جوش، وقتی فشارش میدین مایه آب حالت آب نداره و سفت و محکم هستش و یک احساس خوبی در خارج کردنش آدم پیدا میکنه و خب این هم دیگه یه چیزی از انسان ها. گروه بعدی سیست ها یا کیست ها به زبان فارسی، جوش های با چرک پر شده هستش که اینها متاسفانه بعد از اینکه جوش بهبود پیدا میکنه یک جای اسکار خیلی بد رو بر روی صورت ایجاد میکنه متاسفانه. حالا اینکه شما جز کدوم دسته هستین با توجه به عکس هایی که براتون گذاشتم میتونین این رو در نظر بگیرین. اما همین جوش ها هم چند گروه میشن. گروه اول جوش هایی که خفیف هستن و خیلی هم منسجم نیستن یا مثلا یک منطقه خاص، مثلا این قسمت یا این قسمت یا این قسمت رو گرفتار میکنه و این که دسته جوش های سرسیاه و جوش های سرسفید هستن. دسته دوم درجه دو میگیم و از آکنه درجه دو هستن که پاسچول ها هستن. پاسچول ها و پاپول ها هر دو ممکنه که با یک سری محصولاتی که از طریق شما میتونید تو فروشگاه بهداشتی آرایشی بخرین مشکل رو حل کنین. بعضی موقع شدتش بیشتر میشه که اون موقع تحت نظر دکتر باید انجام بشه، یعنی هم درمون در خونه و هم دارویی با هم دیگه در کنار هم قرار میگیرن. نه درجه 3 که نوع خفیف در اصل نودول و سیستیک هست که گاهی در منطقه سینه هم دیده میشه که اینجا دیگه شما دارو و مصرف سروم ها و کرم های خونگی ممنوع میشه و باید حتما تحت نظر پزشک درمان بشین. آکنه درجه 4 همون آکنه نودولوسیستیک هست که این بار هم شدت داره و بعضی موقع ها با دردهای شدید همراه است، به خصوص در منطقه پشت. مثلا شخص نمیتونه بخوابه یا رو کمرشه، خیلی دردهای شدید هست و اینها هم حتما باید تحت نظر پزشک انجام میشه، چون جای زخم ها بدن اسکارهای خیلی بعدی رو ایجاد میکنه. حتی بعضی این مواقع پزشکان متخصص پوست جراحی هایی رو برای صورت برای ترمیم این جوش ها انجام میدن که اصلا نباید سیستم های خونگی رو برای درمان قرار بدین. خواهش میکنم که خود درمانی نکنید. درمان آکنه برای کسانی که آکنه های نوع 1 و 2 رو دارن با جوش های سرسفید، سرسیاه یا جوش های اصطلاحاً زیرپوستی گفته میشه، بهترین پیشنهاد بدون نسخه پزشک بنزول پروکساید 5% هست. شما میتونید این محصول رو از یک کمپانی خیلی لوکس بخرید با قیمت های بسیار بالا یا میتونید از یک فروشگاه آرایشی بهداشتی با یک برند های خیلی متوسط تهیه کنین و به شکل شستشوی صورت هست و در کنار ژلی هست که باز هم حاوی بنزول پروکساید هست و کار این محصول فقط از بین بردن باکتری های سطح پوست هست و یک کار تمیز کردن رو انجام میده. اما محصول دومی که من همیشه در موردش صحبت کردم اسید سالیسیلیک هستش. اسید سالیسیلیک یک لایه برداری عمقی رو انجام میده، سلول های مرده پوست رو ور میداره، تمام منافذ باز رو تمیز میکنه، باکتری ها رو از بین میبره و شرایط پوست رو طوری هماهنگ میکنه که شما خیلی راحت بعد از یک ماه میبینین که صورتتون کم کم جوش ها دارن میرن و یک پوست صاف و درخشان دارین. محصول بعدی آزیلیک اسید هستش که کاهش التهاب و اون ورمی که بر روی جوش ها هست رو برطرف میکنه. در عین حال یک ضد باکتری هم هست و چهارمینش رتینوئید ها هستن که از مشتقات ویتامین آ هست. اینجا یک پرانتز باز میکنم، یکی از درمان های خیلی قاطع و محکم برای جوش های صورت در نوع خیلی خیلی
مشکلدار یعنی حالت کیستیک و نودول ها، دکترها حتی قرص هایی رو هم از مشتقات ویتامین آ به شما خواهند داد و در کنارش از رتینوید هم استفاده میشه. اما رتینوید رو شما خیلی راحت میتونید تو خونه بدون نسخه پزشک برای جوش های سرسی یا جوش های سرسفید و جوش های زیر پوستی استفاده کنید. زمانی اگه براتون سوال پیش میاد که حالا چه زمانی شما باید به پزشک مراجعه کنید، بهتون گفتم که وقتی که آکنه حالت کیستیک داره، برجستگی های خیلی شدید و برآمدگی و درد هست و اون موقع هست که شما هیچ درمان خانگی رو نباید انجام بدید. و مقابله با آکنه استرس‌ساز و اما قابل کنترل هست. درمانی برای پایان جوش وجود نداره. هنوز علم به اون مرحله نرسیده که بگه این قرص رو بخور دیگه بعد از 7 روز این آنتیبیوتیک هایی که بعد از 1 هفته گلو درد خوب میشه، بگه این جوش ها خوب میشن و پایان. نه، همچی چیزی وجود نداره. هر جا هم که شما تبلیغاتی رو دیدین که برای همیشه با جوش های صورتت خدافزی کن، باور نکنین. اما وقتی که درمان برای جوش صورت رو شروع میکنین، لطفاً تنبلی نکنین. مثلا یه روز خسته این، حوصله ندارین، میگین خب امروز انجام نمیدم، فردا انجام میدمش مثلا. این کار رو لطفاً نکنین. این داره به پوست شما آسیب میرسونه. پس مداوم و همیشگی باشه. اینکه چه کسانی بیشتر در معرض آکنه هستن، خب همه افراد تحت تاثیر قرار میگیرن، اما نوجوانان و جوانان بیشترین گروه هستن که جوش در اونها به اوج خودش میرسه. و در انتها اینکه چه غذاهایی باعث ایجاد آکنه میشه، به شکل غیر مستقیم قندها، غلات تصفیه شده، مثلا نون سفید، همیشه سعی کنید نون قهوه‌ای مصرف کنید، فست فودها، محصولات لبنی، پودرهای پروتئین دار، محصولات حاوی اومیگا 6 خیلی روی جوش و تشدید اون تأثیر دارن، اما تمام اونها به شکل غیر مستقیم هستش. اما کلام آخر، عزیزانی که همیشه سوال میکنن و مثلا من این مشکل رو دارم یا دخترم این مشکل رو داره، پسرم این مشکل رو داره، دوستان از نظر قانونی این درست نیست که من برای شما مثلا دارو تجویز کنم یا مثلا محصولی رو مستقیم معرفی کنم. و اینکه ویدیوهای من فقط جنبه راهنمایی داره، پس اگه جواب شما رو کوتاه مختصر میدم یا شما رو ارجاع میدم که حتما با دکتر یا پزشک خانواده مشورت کنین، به خاطر بی‌ادبی نیستش، این رو به حساب بی‌ادبی من نذارین. این جزء قوانین متخصصین پوستی هست که توی محیط مثلا فضای مجازی برنامه میذارن. حتی دکتر دری که فوق تخصص پوست هستن و در دانشگاه هم تدریس میکنن، حتی ایشون هم وقتی که ویدیو درست میکنن میگن که این ویدیو فقط جنبه راهنمایی داره. پس لطفا از دست سارا ناراحت نشین، من فقط راهنماییتون میکنم و امیدوارم که مشکلات پوستی برطرف بشه. این از این ویدیو امروز هم تموم شد دوستان. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. سارا خیلی دوستتون داره. سوالاتتون رو زیر همین ویدیو مطرح کنین، من با میل و جون به همه اونها جواب میدم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.